سلام و عرض ادب و احترام خدمت همراهان عزیزمون. خیلی ممنونم ازتون که به ما دلگرمی میدید، انرژی میدید، دلیل میدید برای ادامه راهمون. از صمیم قلبم از تک تکتون سپاسگزارم. ببینید، ما توی دنیایی زندگی میکنیم که یه سری از باورها مثل یه سرود دست جمعی به یه شعار برای زندگی آدما تبدیل میشه و کسی در مورد این شعارها چون و چرا نمیکنه، کسی این شعارها رو به چالش نمیکشه. و یکی از اون شعارهایی که دائم تو دنیای ما داره تکرار میشه و این کتاب تلاش میکنه نقدش کنه، این شعاره که من پشیمان نیستم. یعنی آدم ها معتقدن که همه مسیری که اومدن مسیر درستی بوده و هیچ جایی برای پشیمانی وجود نداره. انقدر این شعار توی تبلیغات، توی رسانه ها، توی کتاب ها، حتی توی خالکوبی ها داره تکرار میشه که به نظر بدیهی و پرسش ناپذیر میاد. و وقتی این همه نور از دریچه های مثبت اندیشی داره میتابه، آدم با خودش فکر میکنه که من چرا باید به تاریکی احساس ناخوشایندی مثل پشیمانی اصلا بخوام فکر کنم. این کتاب یه علامت سؤاله جلوی این گزاره به ظاهر بدیهی و قطعی که پشیمانی چیز بدیه. در واقع کتاب توضیح میده که پشیمانی احساس ناخوشایندیه، اما بخش مهمی از انسان بودن ما رو میسازه. آدمی که پشیمونی رو احساس نکنه نمیتونه بازخورد بگیره نسبت به خودش، نسبت به هویتش، اعمالش، و نمیتونه خودش رو تغییر بده. نه خودش رو میتونه اصلاح کنه و نه جامعهش رو میتونه اصلاح کنه. و در واقع اگر درست به پشیمانی نگاه کنیم، اون وقت نه تنها باعث افسردگی نمیشه که کمک میکنه، انرژی تولید میکنه برای اینکه اقدام کنیم، برای اینکه دست به عمل بزنیم و چیزهایی رو در زندگیمون و در دنیا بتونیم بهتر کنیم. ایده اصلی کتاب تو فصل اول احیای پشیمانیه. در واقع تو دنیایی که انقدر از احساسات ناخوشایند گریزانه، نویسنده فصل اول رو به این اختصاص داده که احساسات ناخوشایند لزوماً چیزای بدی نیستن، چون احساسات حامل اطلاعاتن راجع به خودمون و بررسی احساسات، توجه به احساسات میتونه درهای جدیدی رو تو ذهن آدم باز کنه. خانم سوزان شیمانوف 40 سال پژوهش کرده راجع به احساسات مختلف و از آدم ها در واقع تو این بازه زمانی پرسیده که احساساتشون چیه و اینها رو ثبت کرده. در مورد فراوانیش چیز جالبی وجود داره و اون نکته اینه که پشیمانی رایج‌ترین احساس منفیه. در این حال در واقع بین همه احساسات، یعنی احساسات مثبت و منفی، پشیمانی دومین احساس گسترده و فراگیره. یعنی فقط عشق که بالاتر از پشیمانی می‌ایسته. و چیزی که اینجا عجیبه اینه که احساسی که انقدر گسترده است و انقدر فراگیره، چرا انقدر کم بهش پرداخته شده؟ چرا انقدر ما کم میشناسیمش و چرا انقدر کم راجبش میدونیم؟ و این کتاب در واقع یه کمکیه، یه روزنه‌ایه برای شناخت احساس به این مهمی. چیزی که موتور اصلی کتابه، چیزی که در واقع انجینیه که این کتاب رو مفاهیمش رو پیش میبره، یه پژوهش بسیار گسترده‌ایه که خود نویسنده، یعنی آقای دانیل اچ پینچ، و یه تیم تحقیقاتی گسترده راجع به پشیمانی انجام دادن. روش تحقیقشون هم اینجوری بوده که به آدمای مختلف، به طیف گسترده‌ای از آدما تو طبقات مختلف، توی در واقع لایف استایل‌های مختلف، توی سنین مختلف، این در واقع پرسش نامه رو دادن و این سوال رو ازشون پرسیدن که از چه چیزی تو زندگیشون خیلی پشیمانن و در واقع روایت و قصه پشیمانی آدم ها رو جمع کردن. این روایت ها رو استخراج کردن، مطالعه کردن، بعد طبقه بندی کردن، قصه های پشیمانی که شبیه هم بودن و توی دسته بندی گذاشتن، تحلیل کمی و کیفی کردن، یک گراف درست کردن، خطها رو به هم وصل کردن و به این نتیجه خیلی جالب رسیدن. در واقع به این مدلی رسیدن به نام ژرف ساخت پشیمانی. مدلی که آقای دانیل اچ پینک بهش رسیده اینه که پشیمانی آدما تو زندگیشون خب انواع مختلفی داره، حالت‌های مختلفی داره، ولی انگار به 4 دسته اصلی تقسیم میشه. یعنی انگار تو اون زیرساخت پشیمانی ما 4 مدل پشیمانی اصلی داریم. یکیش پشیمانی بنیادینه، یکیش پشیمانی ناشی از عدم جسارته، یکی پشیمانی اخلاقیه و 4می پشیمانی ارتباطیه. و حالا هر کدوم اینا رو شروع میکنیم، مختصر توضیح میدیم و حتی کتاب اینجا متوقف نمیشه. بعد یه
زیرساخت دیگه، یه عمق دیگه برای این پشیمانی ها هم پیدا میکنه و از این نظر به نظرم خیلی تحلیل درخشان و جالبیه. دسته اول پشیمانی های بنیادینه. پشیمانی های بنیادین ناشی از ناتوانی ما در وظیفه شناسی و آینده نگریه. یعنی تو سنین بالا معمولا خودشو نشون میده و آدم ها یه جایی به این نتیجه میرسن، دوچار این حسرت میشن که چرا نتونستن یه زیرساخت با ثبات تو مسائل مختلف برای خودشون بسازن. حوزه های مختلفی هم در واقع داره، سلامت، تحصیل، مسائل مالی، مسائل عاطفی. در واقع نیازی که تو این جنس پشیمانی ارضا نشده و از بین رفته، نیاز آدم ها به ثباته، به امنیته. یه نکته خیلی جالبی که نویسنده اینجا اضافه میکنه، نقش اجتماع، نقش جامعه تو ساختن این پشیمانیه. گفتیم که نیاز اصلی اینجا نیاز به ثباته و ثبات خیلی محصول شرایط اجتماعیه. یعنی خیلی جامعه در ایجاد ثبات یا عدم ایجاد ثبات تو زندگی آدم ها نقش داره و این یه سرنخیه که آدم در واقع میتونه بهش فکر بکنه. آقای دانیل اشمیک میگه که اگر ما این نیاز اساسی، یعنی نیاز به ثبات رو نتونیم بهش برسیم، نتونیم ارضا بکنیم، اون وقت برای آزاد کردن انرژی های ذهنی دیگمون، برای خودشکوفایی، برای تعالی، در واقع برای رشد خودمون نمیتونیم اقداماتی انجام بدیم. دسته دوم پشیمانی ها پشیمانی برآمده از عدم جسارته. این یه جورایی نقطه مقابل اون پشیمانی های بنیادینه. اینجا نیاز اساسی که تیک نمیخوره نیاز به رشده و برعکس در واقع پشیمانی قبلی، پیام اساسیش اینه که ای کاش بیشتر ریسک کرده بودم. ببینید یه نکته جالب اینجا اینه که انسان چقدر موجود متناقضیه و چقدر نیازهای متضادی درونش داره. یعنی همزمان نیاز به ثبات داره و همزمان نیاز به رشد داره و اینا یه جاهایی با همدیگه در تضاده و انگار ما هر جوری که زندگی کنیم، حسرت یا پشیمانی جزء اساسی از تجربه زیسته ما انگار خواهد بود. سوال مهم تو این جنس پشیمانی چه میشد اگره؟ چه میشد اگر به کسی که دوستش داشتم علاقم رو میگفتم؟ چه میشد اگر در کارم جسورتر بودم؟ و در واقع این جنس پشیمانیه. آقای توماس گیلویچ و همکارانشون یه پژوهشی انجام دادن که تو کتابش اشاره میکنه و اون اینه که افراد از بیعملی بیشتر پشیمون میشن تا از اعمالشون. یعنی ما وقتی یه کاری رو انجام میدیم، هر چند نتایج منفی داشته باشه، رنج پشیمانی و حسرتمون کمتره تا وقتی که اون کار رو اصلا انجام نمیدیم. و دلیلش هم در واقع اینه که عواقب عمل مشخص، صریح، بی‌پرده است، حتی اگر منفی باشه، اما عواقب بیعملی انتزاعی و بی انتهاست. مثل سیاه چاله آدم رو میبلعه، در خودش فرو میبره و این حسرت ها هیچ وقت تمام نمیشه. دسته سوم پشیمانی ها پشیمانی های اخلاقی هن. وقتی آقای دانیل اشپینک و همکارانش روایت های پشیمانی رو بررسی میکردن، فهمیدن که این دسته، یعنی اخلاقی، دردناکترین و ماندگارترین نوع پشیمانی هن. پیام اساسی اینجا اینه که ای کاش کار درست رو انجام داده بودم. چهارمین دسته پشیمانی ها پشیمانی ارتباطیه. این نوع در واقع حسرت از دل روابط ارزشمندی سر بر میارن که قطع شدن یا ناتمام موندن. طولانی ترین پژوهشی که تالا در مورد خوشبختی تو تاریخ انسان انجام شده، تو دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد طراحی شده و اجرا شده. این پژوهش از سال 1938 شروع شده، طیف مختلفی از آدم‌ها رو رصد کردن، بعضی رو حتی تا 80 سال زیر نظر گرفتن از جنبه‌های مختلف، برای اینکه به این سوال جواب بدن که چی ما رو بیشتر از همه سعادتمند یا خوشبخت می‌کنه. آقای دکتر جورج ویلاند 30 سال مدیر این پژوهش بوده و یه جایی توی مصاحبه میگه که اگه بخوام نتیجه طولانی ترین آزمایش درباره خوشبختی انسان رو تو 6 کلمه خلاصه کنم و بگم، اون 6 کلمه اینه: خوشبختی یعنی عشق، نقطه، سر خط.
یعنی نیاز انسان به ارتباط و نیاز انسان به عشق هسته مرکزی خوشبختی انسان رو میسازه و این جنس از حسرت ها و پشیمانی ها اگر بهش پرداخته نشه، اگر ما انکارش کنیم و درکش نکنیم و کاری براش نکنیم، ما رو فرسنگ ها از خوشبختی میتونه دور کنه. اینجا چند تا نکته تو این مدل میتونه در واقع تو این مدل چهار مدل پشیمانی میتونه به ما در واقع چیزهای مختلفی رو یاد بده. یکیش اینه که نکته در مورد فرصت و الزامه. دیدین نگاتیو در واقع یه جورای برعکس دنیای واقعیه، یعنی توش نگاتیو که چاپ میکردیم برای عکاسی، یعنی توش نقاط تاریک روشنن و نقاط روشن توش تیرن. در واقع مدل آقای دانیل اچ پینک این چهار پشیمانی اصلی نقش نگاتیو های یک زندگی خوب رو دارن ایفا میکنن، به نقاط منفی توجه میکنه برای اینکه تصویر زندگی ما تصویر بهتری بشه. چیزی که تو این چهار مدل پشیمانی خیلی خیلی مهمه و اینجا باید عمیق‌تر کنیم تحلیل رو، نیازهای اساسیه که تو هر کدوم از این حسرت‌ها وجود داره. گفتیم که تو پشیمانی بنیادین نیاز اساسی نیاز به ثباته. توی پشیمانی به دلیل عدم جسارت نیاز اساسی نیاز به رشده. توی پشیمانی اخلاقی نیاز اساسی نیاز به نیکیه، به خوبیه. و توی پشیمانی ارتباطی نیاز اساسی نیاز به عشقه. یه بار به این چهارتا نگاه کنید: ثبات، رشد، نیکی و عشق. و یه سوال مهمی که اینجا من موقع خوندن کتاب از خودم پرسیدم و نویسندم بهش اشاره میکنه، نقش جامعه توی ایفا و ارضای این نیاز هاست. یعنی سوالی که یک جامعه بعد از خودش بپرسه اینه که چقدر فضای مناسبی برای ثبات، رشد، نیکی و عشق میتونه ایجاد کنه. و اگر جامعه به هر دلیلی موفق نیست تو این زمینه، یعنی آدمهایی رو داره، شهروندانی رو داره تربیت میکنه و شهروندان اونجا دارن زندگی میکنن که قلبهاشون انباری از پشیمانی های دردناکه، در این جامعه هرگز جامعه قدرتمندی نمیشه. یه نکته مهم اینه. یه نکته مهم دیگه‌ای که اینجا میتونیم از این مدل بفهمیم اینه که انسان همونجور که گفتم چقدر موجود متناقضیه، چقدر نیازهاش با هم دیگه متضاده. آقای دکتر هیگینز استاد دانشگاه کلمبیا یه پژوهش گسترده‌ای راجع به خودشناسی، راجع به انواع خود تو وجود آدم‌ها انجام داده و چیزی که میگه اینه که هر بار تو آینه نگاه می‌کنیم ما یک شخص رو می‌بینیم، اما اگه با دقت بیشتری نگاه کنیم سه تا آدم، سه تا فرد مختلف توی آینه وجود دارن. یکی خود واقعی ماست که خصلت‌هایی که ما در حال حاضر داریم، یکی خود آرمانی ماست که خصلت‌هایی و خودیه که فکر می‌کنیم می‌تونیم باشیم، خود آرمانی که دوست داریم بهش تبدیل بشیم، یعنی امیدها و رویاها و آرزوهای ماست. و سومی خود بایدی ماست، خودی که ازمون انتظار میره که باشیم، در واقع وظایف، تعهدات و مسئولیت‌های ماست، خود واقعی، خود آرمانی و خود بایدی. بین این سه تا خود همیشه ناهمخوانی وجود داره، یعنی یه تضادی و یه جنگی بین این سه تا خود دائما در ما داره رخ میده و دائما داره انجام میشه. اما پژوهش‌ها چی میگن؟ یعنی ارتباطش به پشیمانی و به بحث ما چیه؟ ارتباط اینه که آقای دانیل اچ پینک متوجه شده که آدم‌ها از شکست در انطباق زندگیشون با خود آرمانیشون بیشتر پشیمونن تا از شکست در انطباق زندگیشون با خود بایدیشون. یه ذره جملهش عجیب غریب شده اما الان بازش میکنم. یعنی حسرت چیزی که من میتونستم باشم، حسرت این که آرزوها و رویاهام رو میتونستم زندگی کنم، سه برابر بیشتر از حسرت چیزیه که چرا من وظایف یا مثلا مسئولیتهامو انجام ندادم. در واقع یه دلیلش اینه، یه دلیل این که این پشیمانی های مبتنی بر خود آرمانی انقدر فراگیرتره اینه که ما در مورد خود بایدیمون بیشتر احساس اضطرار میکنیم. جامعه، محیط، شرایطی که توش هستیم دائما مسئولیت های ما، وظایف ما رو به خودمون یادآوری میکنه. اما این وسط چیزی که مقفول میمونه، چیزی که بهش توجه نمیکنیم، اون خود آرمانیه که خیلی وقتا اصلا فراموشش میکنیم. یه تذکریه برای اینکه پشیمانیمون رو کم کنیم به اون خود و آرمانی بازم فکر کنیم.
یه چیز دیگه‌ای که میشه ازش فهمید اینه که هیچ تصمیمی پس کاملا درست نیست. در واقع هیچ تصمیمی وجود نداره که ما بتونیم بگیم من این راه رو انتخاب میکنم و هیچ حسرتی نسبت به عدم انتخاب راه دیگری در واقع با خودم حمل نخواهم کرد. هر تصمیمی حسرتی رو تو همون لحظه درون خودش داره و انسان انگار موجودیه که هیچ گریزی از پشیمانی نداره. بحث رو جمع کنم، حرف کتاب اینه، حرف آقای دنیل اچ پینک اینه که پشیمانی یک احساس سالم و طبیعیه که تو دنیای مدرن به غلط انکار میشه و انکارش باعث میشه که حال آدما بد و بدتر بشه. به اندازه هر احساس مثبتی نیروبخش و مهمه اگه ما بتونیم بفهمیمش، بتونیم درکش کنیم. و حرفش اینه که فرار نکنیم ازش، چون احساسی به این عمق رو نمیشه انکار کرد، باید بهش پرداخت. و در دو جمله در واقع حرفش اینه که پشیمانی ما رو به انسان تبدیل میکنه و حتی از این بیشتر اگر بهش توجه کنیم، پشیمانی میتونه ما رو به انسان بهتری تبدیل کنه و این قدرت مهم پشیمانیه.